ما عکس العملمون چی خواهد بود، چی عکس العملی رو نشون میدیم قبل از اینکه ما رو آزمایش بکنه. چرا خدا ما رو آزمایش میکنه؟ خداوند بزرگ ما رو آزمایش میکنه که بدونه که ما رو نیرومند و قوی بکنه. همونطوری که مثلا میبینین سربازایی که به سربازی میرن، چند چیز براشون برای این سربازا یه چیزایی هست، یه مثلا گرسنگی میکشن، تشنگی میکشن، یه چیزایی باید، یه امتحانایی باید بگذرونن که نیرومند بشن، قوی بشن، که وقتی که جنگ واقعی آمد بدونن چجوری عکس العمل نشون بدن. اینا همه اینه که تمام این تمرینایی که این سربازا انجام میدن برای اینه که قوی بشن و نیرومند بشن. خداوند هم همینطور ما رو چرا آزمایش میکنه؟ ما رو آزمایش میکنه که قوی بشیم، نیرومند بشیم، که در برابر زندگی استقامت پیدا بکنیم. و خداوند میگه هر چی خدا آدم بیشتر دوست داشته باشه بیشتر امتحانش میکنه، حتی به درجه اون که خداوند در قرآن میگه به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میگه فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، یعنی تمام پیغمبرا صبر میکردن در برابر پیغمبرا، بزرگترین افرادایی بودند که امتحان میشدند، خدا امتحانشون میکرد و در برابر این امتحانا صبر و استقامت نشون میدادن. ما قصه ایوب که چندین سال میگن 10 سال صبر کرد و خداوند مریضی ابتلا داد و هر نعمتی که داشت از بین رفت، بچه هاشو یکی یکی از دست داد، همه بهش میخندیدن میگفتن ایوب تو که مرد خدایی هستی چرا به خدای خودت دعا نمی کنی که این بلا رو از رفع بکنه و یکم مشکلت رو سبک بکنه؟ و ایوب در جوابشون گفت خدا به من نعمت زیادی داده و الان داره من امتحان میکنه. آیا در برابر این امتحان نمیتونم به خدای خودم پایداری و استقامت نشون بدم و در برابر این امتحانا شکرگزار باشم؟ پس ببینین، این برای این معروف هستش به صبر ایوب. و در نتیجه و بالاخره وقتی که اینقدر دیگه حالش به یه جایی رسیده بود که نمیتونست طاقت بیاره، دستشو بارا کرد و گفت ای خدای بزرگ به من ضرر رسونده و شما مشکلای آدما رو گشایش میکنین، که اون موقع خدا برایش مشکلاشو باز کرد و بهش از مریضیش خوب شد و هم زنشو بهش برگردوند و هم فرزندانش بهش برگردوند. در نتیجه میبینیم که ولی نشون داد به خدا، پایداری و استقامتشو به خداوند نشون داد. همچنین میبینیم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم با بینندگان عزیز، این تلفن رو از شنونده عزیز میگیرم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، حال شما خوبه؟ مرسی. علیکم السلام و رحمت الله. خیلی کجرام و خیلی رکنگه، خیلی خوبه. خدا نعوازی که شما مد بده، خیلی خوبه. ما همه یاد میگیریم، همه گیست میگیریم، کجرام و خیلی عالیه. خیلی ممنون، خیلی خوشحال هستم. من قصد منم همینه که موضوعی که براتون آماده میکنم به خدمتون برسم. اگرم چیزی میخواین بگین راجع به صبر، اگه چه اتفاقی براتون افتاده، خیلی خوشحال میشیم که شما اینو با ما شیر بکنین و بتونین بهمون بگین که اگه قصه دارین برامون بگین، چیزی که براتون اتفاق افتاده، خیلی خوشحال میشیم. خیلی خوشحالم از تلفنتون، خیلی ممنونم. آره، ببینیم، باید آدم صبر کنه. صبر صبور بودن خیلی مشکله. به هر چیزی متعارف باید صبر کنه، به هر مشکلی که آدم برمیخوره آدم صبر بکنه، مزدش هم خداوند به آدم میده هر جوری که باشه. حتما. بله، بیننده عزیز شما اسمتون چیه و از کجا تلفن میزنین؟ من اسمم محمد، من از لاس‌آنجلس تلفن و خیلی خوشحال شدم. خیلی ممنون از تلفنتون، واقعا تشویقه برای برنامه ما که شما برنامه ما رو نگاه میکنین و از برنامه ما استفاده میبرین. خیلی ممنون از تلفنتون، خیلی ممنون. روزتون خوش. مرسی.
بینندگان عزیز، همونطوری که داشتیم میگفتیم، صبر چیز خیلی مهمیه. رسول اکرم در برابر مشکلات زندگیش صبر میکرده، حتی این پسر بچه هاش، فرزندش ابراهیم که منتظر همچین پسری بوده برای زمانها، وقتهای زیاد پسرش از دست میده و با دست خودش پسرش رو دفن میکنه و مردم بهش میگن تو که پیغمبر خدا هستی، خدا چرا دیگه تو رو اینطوری آزمایش میکنه و چرا اینجوری عکس العمل نشون میدی؟ میگه خدا حکمتی داره در هر کاری که انجام میده و من باید بنده شکرگزاری باشم. و البته آدم گریه میکنه، عکس العمل داره، ولی کن یادش نره که همیشه حکمتی در کارهای خدا هست و ما با استقامت و پایداری این مشکلا رو انشالله طی میکنیم. یه بار دیگه در سوره آل عمران در آیه 200 میبینیم که خداوند میگه یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطو و تقو الله لعلكم تفلحون. ای کسانی که ایمان دارین، صبر بکنین و بازم از صابران باشین. پس ببینین اینجا دو بار داره خداوند برای ما تأکید میکنه صبر داشته باشین و از صابران باشین و به هم بپیوندین و تقوا داشته باشین، یاد خدا رو داشته باشین که رستگار شوید. پس این واقعا رمز زندگی رو خداوند برای ما در این چهار چیز داره خلاصه میکنه که دو تا از چیزاش صبره، اسپرو و صابرو. پس اینجا میبینیم رمز پیروزی صبر و استقامته و محتویات برای رستگاری این چهار چیزیه که خداوند برای ما گفته. حالا میریم به حدیث هایی از پیغمبر اکرم درباره صبر که بازم اون ما رو بسیار بسیار سفارش کرده به صبر، صبور بودن، که پیغمبر اکرم فرمودند صبر گنجیست از گنج های بهشت. و همچنین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم قومی رو دید از انصار و گفت آیا شما مؤمنین؟ گفتن بله. گفت پس نشان ایمان شما چیست؟ گفتند که به نعمت خدا شکرگزار باشیم، در مهنت صبر بکنیم و به قضای خدای تعالی راضی باشیم. و پیغمبر اکرم سرش رو تکون داد و گفت بله درست میگین. یه حدیث دیگه از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله سلم از نهج الفصاحه که خداوند میگه که پیغمبر اکرم میگه ان الصبر عند صدمه الاولى، یعنی همون صبر حقیقی در صدمه نخستین هستش. یکم اینجا رو ما توضیح بدیم براتون که آدم براش یه اتفاقی میفته، عکس العملی که همون چند دقیقه اول نشون میده اون خیلی مهمه. من یه قصه براتون بگم، البته اگه شما هم قصه دارین خیلی خوشحال میشیم که قصتون بار ما در میون بذارین. تلفن‌های ما هست 818-683-1866. اگه شما قصه ندارین من براتون یه قصه دیگه میگم، قصه که البته حقیقیه، که یه آقایی خیلی مؤمنی دکتر بود، داشت عمل میکرد، در اتاق عمل بود و براش یه تلگرافی آمد که بیاین بیرون، این تلگراف براتون آمده، مثل این که خیلی فوریه، بیاین این تلگراف بخونید. آمد بیرون و دید که تلگراف براش نوشته که تصادف شده و دخترتون از دست دادین. این آقا که همونطور که گفتم خیلی مؤمن بوده تعریف میکنه که در اون لحظه های اول نمیدونست چی فکر بکنه. به خودش گفت خدای من میدونم تو داری من الان نگاه میکنی، عکس العمل من در این چند لحظه برای شما خیلی مهمه، مهمترین چیزه، بلکه این مهمترین چیزه، همین عکس العمل من در این چند لحظه ای که این خبر رو دارم میشنوم.
و من هر قضا و قدری که شما برای من گذاشتین قبول میکنم و میدونم که شما حکمتی دارین برای این کار و من این رو قبول میکنم و به شما یقین دارم و به خود شما توکل میکنم در این امر. ببینین این عکس العمل چند نفر از ما واقعا این عکس العمل ما نشون میدیم. شما خودتون جای این آقا بذارین، اگه مثلا همچین خبری برای شما میامد چی میگفتیم؟ آیا گله میکردیم؟ وای چرا برای ما این اتفاق افتاده؟ چرا این چیز شده؟ چقدر چیز بدی؟ چی جوری آخه من چی کار کردم؟ چه اشتباهی کردم که من باید اینجوری برای من اتفاق بیفته؟ همیشه خودمونو مقصر میدونیم، آیا ما کار بدی کردیم؟ نه عزیزان من، نه، خداوند میگه من شما رو امتحان میکنم، به نقصی از کارتون، از پولتون کم میشه، از فرزندانتون کم میشه، از میوه هاتون یعنی ثمره هایی که میبرین کم میشه، ولی در این مورد چی کار باید بکنین؟ چه عکس العملی باید نشون بدین؟ همون صبر و استقامت و پایداری. از این آقای من واقعا یاد گرفتم که خودم در جاش گذاشتم و برای خودم تمرین کردم که انشالله برای هیچ کس همچی خبر بدی نشه، ولی واقعا اگه بشه آدم اونقدر کنترل اعصاب خودش داشته باشه و اونقدر تقوا داشته باشه که حتی در این مواقعی که آدم ممکنه هر چیز فراموش میکنه یادش باشه که خداوندا عکس العمل من در این مورد باید صبر و شکیبایی باشه و میدونم که تو داری من امتحان میکنی و این عکس العمل رو از من میخوای نشون بدی. و همچنین که گفتیم خداوند میگه من جزای اینا رو میدم، پاداش اینا رو میدم بدون حساب. یعنی ما البته خداوند میخواد به ما بگه من بدون حساب، من اصلا تصورم نمیتونم بکنم که پاداش خدا چی خواهد بود که بدون حساب خواهد بود. خداوند ما رو، همه ما رو از این صابران بگذاره. بازم گفته ای از رسول اکرم راجع به همین صبر. پیغمبر اکرم میگوید در نعمت شکر بکنیم و در محنت صبر بکنیم و به قضای خدای تعالی راضی باشیم. بازم خداوند پیغمبر برای مردم تعریف میکرده که اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الاولیاء ثم الامثل ما الامثل، یعنی کسانی که سختترینشون امتحان میشن خداوند اونا رو آزمایش میکنه پیغمبران هستن، بعدش اولیا که اولیا هم از آدمای خیلی نزدیک به خدا هستن و بعدش هم افرادار رو، همه ما رو امتحان میکنه، همه ما. پس مقام ما رو با این شخصیت، با این خصوصیت اخلاقی مقاممون رو بالا ببریم. بازم خداوند از حدیث از پیغمبر هستش که ان الله عز وجل قال اذا ابتلیت عبدی بحبیبته فصبر اردته منهم الجنه، یعنی اگر من بنده از بندگانم رو امتحان کردم و به چیزی که خیلی دوست داره، اینجا روایت این هستش که چشمش ازش گرفتم و صبر کرد، خداوند پاداش بهشتو بهش میده. بینندگان عزیز و گرامی، این بحث خودمون رو بعد از این پیام ها ادامه میدیم، لطفاً با ما باشین. یا رسول الله، عالمین رحمت حیاتون geçiyor kalbimizden. 25 yaşındasın ve bambaşkasın. Kimse sana denk değil. Şefkat yayıyor kokun, güven veriyor sesin, sen Muhammedül Emin'sin. 33 yaşındasın, dalga dalga rahmet var. 35 yaşındasın, hadi gel bekletme yar. İnitler çalıyor kapısını göklerin, hadi gel bekletme yar. Sinesi çatlayacak Resul bekleyenlerin, hadi gel ey yar.
Resulullah'sın. Niye incittiler ki seni sultanım? Niye işkence yaptılar ki sana? Ebu Talip öldü diye mi bu pervasızca saldırdılar? Himayesiz kaldın diye mi? Kabe'deki ağlayışın geliyor gözümüzün önüne. Amca, yokluğunu ne çabuk hissettirdin değişin. Haremde namaz kılışın geliyor aklımıza. Başına pislikler saçılıyor. Başlar feda o mübarek başına. Nasipsizler sana bakıp nasıl da gülüyorlar. Biri koşuyor Mekke sokaklarından sana doğru. Biri koşuyor ama sanki yere inmiş aşağıla. Bu koşan kimdir diye bir soru dolaşıyor boşlukta. Bu koşan kim? Ve cevap veriyor biri. Muhammed'in kızı Fatıma Tüzehra. Delilerin anası. Yüzünü gözünü siliyor biricik kızın. Sana yeryüzünde en çok benzeyen. Gülmesi sen, ağlaması sen. Ağlama kızım değişin geliyor aklımıza. Niye çıkardılar ki yurdundan seni? Himayesiz kaldın diye mi? Onlar bilmiyorlar mıydı seni himaye edeni? Seni yetim bulup barındıranı? Seni alemlere rahmet kılanı? Onlar deli diyorlardı sana. Sen susuyordun. Mecnun diyorlardı, şair diyorlardı, sen susuyordun. Seni bizim elimizden kim kurtaracak diyorlardı. Sen Allah diyordun. Allah Azze ve Celle. Semaya hasret kaplıyordu. Sen Allah diyordun. Aşağıla titriyordu. Bedir'de Allah diyordun. 3000 melek iniyordu alacaklardan. 125.000 sahabi. Anam babam sana feda olsun diyordu. Ya Resulallah, alemlere rahmet hayatın geçiyor kalbimizden. 25 yaşındasın ve bambaşkasın. Kimse sana denk değil. Şefkat yayıyor kokun, güven veriyor sesin. Sen Muhammedül Emin'sin. 33 yaşındasın, dalga dalga rahmet var. 35 yaşındasın, hadi gel bekletme yar. İniltiler çalıyor kapısını göklerin. Hadi gel bekletme yar. Sinesi çatlayacak Resul bekleyenlerin. Hadi gel ey yar. Nur dağına davet var. İşte 40 yaşındasın. Hira Nur dağındasın. Cibril iniyor göklerden. Ve nokta nokta her yerden. Salat selam yükseliyor. Sen kainatın yüreğinden hasretle kopan aksın. Karanlık gecelerimize sabahsın. Sen Nebiyullah'sın. Sen Habibullah'sın. Sen Resulullah'sın. Niye incittiler ki seni sultanım? Niye işkence yaptılar ki sana? Ebu Talip öldü diye mi bu pervasızca saldırdılar? Himayesiz kaldın diye mi? Kabe'deki ağlayışın geliyor gözümüzün önüne. Amca, yokluğunu ne çabuk hissettirdin değişin. Haremde namaz kılışın geliyor aklımıza. Başına pislikler saçılıyor. Başlar feda o mübarek başına. Nasipsizler sana bakıp nasıl da gülüyorlar. Biri koşuyor Mekke sokaklarından sana doğru. Biri koşuyor ama... بینندگان عزیز و گرامی سلام بر شما. میخوام باز براتون یادآوری بکنم که من منتظر تلفن های شما هستم. خیلی دوست دارم که این قسمت برنامه ما گفتگو باشه، که شما اگر سوالی یا قصه یا حوادثی که در زندگی شما افتاده که مربوط به صبر باشه، اگه چیزی میخواین با ما در میون بذارین خیلی خوشحال میشیم که بتونیم همه از تجربه های هم دیگه پند
پند ببریم و بیاموزیم. یادآوری براتون میکنم تلفن های ما هست 818-683-1866. خیلی خوشحال میشیم اگر بتونین به ما تلفن بزنین و تجربتون با ما در میون بذارین و که بازم از هم بتونیم استفاده بکنیم. به بحث خودم ادامه میدم. در این قسمت از برنامه راجع به اقسام صبر براتون گفتگو میکنم. صبر بر 4 قسمت است. اولین قسمتش هستش صبر بر طاعت و فرمان برداری اوامر خداوند. یعنی چی؟ یعنی مثلا صبر وقتی که آدم داره روزه میگیره، خب گرسنگی میکشه، تشنگی میکشه، باید صبر زیادی نشون بده که بتونه تا روز تموم بکنه، آب نخوره، آب نیاشامه، صبر لازم داره. همچنین وقت نماز آدم کارهای دیگه داره انجام میده و اذان نماز داره میگه، آدم باید صبر داشته باشه، بگه خب این کارو بعد انجام میدم، این کار میتونه صبر بکنم برای این کار که بعد انجامش بدم، اول نمازمه، برم نمازمه بخونم و این اوامر خدا رو طاعت بکنم. نوع دیگه‌اش حج. وقتی که شما میریم به حج، حتما بعضیاتون رفتین به حج، بلکه بیشترتون رفتین به حج، صبر زیادی لازم داریم وقتی که میریم به حج، با این شلوغی، با گرمی، گهگاهی با کشور غریبی داریم میریم، حرف سخنانشان چیز دیگه است. همین اینا صبر لازم هست که ما باید از خودمون نشون بدیم. ولی برای چی صبر نشون میدیم؟ برای اینکه میخوایم فرمان خدا رو اطاعت بکنیم. در نتیجه این نوع صبر هستش که صبر بر طاعت و فرمان برداری خداوند متعال. نوع دوم صبر هست صبر برتر کردن گناهان. یعنی چی؟ یعنی مثلا میخوایم کاری بکنیم که فکر میکنیم باعث نارضایی و ناخشنودی خدا بشه، عملی که میخوایم انجام بدیم، صبر میکنیم، جلوی خودمونه میگیریم که نه، این حتما نباید این کار انجام بدم، از این کار از به خودم نهی از منکر برای خودم چیز اینو در خودم پرورش میدم که این کار نکنم و موجب کاری نکنم که باعث ناخشنودی خدا باشه. پس این هست نوع دوم صبر. در دو حال صبر، با صبور باشیم که خدا رو اطاعت بکنیم و از گناهان جلوگیری بکنیم. نوع سوم صبر هست صبر بر نعمت. حتما میگیم چجوری آدم صبر بر نعمت، چجوری صبر بر نعمت بکنه؟ یعنی وقتی که خدا به ما نعمتی میده باید شکرگزار باشیم، در مورد این سپاسگزار باشیم. خداوند چی میگه در قرآن؟ در سوره علق آیه 6، کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. یعنی به درستی که انسان وقتی که خودش فکر میکنه که من حالا به هیچ چیز و هیچ کسی احتیاجی ندارم، طغیان میکنه. وقتی که میبینه که فکر میکنه که من همه چیزی دارم، به هیچ چیز و هیچ کسی احتیاج ندارم. نه، بر اینم خداوند اینجا میگه که اشاره به نعمتهای مادی و معنوی پردگار نسبت به انسان شده و این و باز سپاسگزار باشیم و طغیان نکنیم. پس این هست صبر بر نعمت. اینم صبر، آدم باید صبر در اینجا نشون بده. و پس این شد نوع سوم صبر. نوع چهارمش که برای خیلی مهمه، صبر بر بلا. یعنی چی؟ یعنی صبر به قضا و قدر خداوند تعالی و هر چی که خدا برای ما نوشته باشه. ما نمیدونیم واقعا خدا برای ما چی پیش داره. گهگاهی اتفاقایی میفته که از دست ما خارجه. خدا نکنه آدم یه مرضی گیرش بیاد، آدم یه
یه چیز بلای سرش بیاد که ناراحت بشه. اینا صبر لازم داره، همونطوری که گفتیم قصه حضرت ایوب که براش بلا فرو آمد و چیکار کرد؟ صبر کرد، خداوند بهش چندین سال سلامتی داده و چندین سال ناسلامتی داده و در هر مورد باید صبر و شکرگزار باشه. در نتیجه خداوند بازم عکس العمل ما در این موضوع باید این باشه که صبر بکنیم و ناامید نشیم و یقین به حکمت الهی داشته باشیم. و باز براتون یادآوری میکنم که خداوند بزرگ برای ما در قرآن میگه وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. پس یادتون باشه بینندگان عزیز، وقتی که اینجور بلاها براتون پیش آمد چی از ما مطلوبه؟ گفتیم که صبر و استقامت نشون بدیم و چی بگیم؟ انا لله و انا الیه راجعون، یعنی ما از خدا میاییم و به خداوند برمیگردیم. و اگر خدا نکنه دفعه دیگه براتون یه اتفاقی پیش آمد و دارین فکر میکنین چه عکس العملی نشون بدم، همین بگین ای خداوند انا لله و انا الیه راجعون. و باز خداوند تعالی در سوره بقره آیه 216 برای ما میگه وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. که اینجا شاید شما چه بسا شما از چیزی اکراه داشته باشید در حالی که برای شما خیر است و مایه سعادت و خوشبختی شماست، و به عکس چه بسا چیزی را دوست نداشته باشین و آن برای شما شر است. و در پایان خدا به ما میگه که خدا میداند و شما نمیدانید. خداوند جهان با این لحن قاطع میگوید که افراد بشر نباید تشخیص خودشان را در مسائل مربوط به سرنوشتشان حاکم سازند، چرا که علم آنها از هر نظر محدود و ناچیز است و معلوماتشان در برابر مجهولات همچون قطره‌ای در برابر دریاست. آنها با توجه به علم محدود خود نباید در برابر احکام الهی روی در هم گشند، باید به طور قطع بدانند که خداوند حکمتی داره برای این اتفاقایی که پیش میفته و باید به یقین به علم نامحدود و ناپایان خدا داشته باشن که حتما تو این کار خداوند حکمتی هست. پس همیشه این یاد داشته باشیم. و بازم از بینندگان عزیز خواهش میکنم که اگر موضوعی دارن که میخوان درباره ما در میان بذارن، رو تجربه ای دارن که میخوان به ما بگن، خیلی خوشحال میشیم که تجربه های مختلف شماها رو بشنویم، که برای هر کس یه قصه ای داره، هر کس یه تجربه ای داره که این آیه ها رو زنده می کنه. پس در هر چیز حکمت الهی هست. اتفاقی که برای زندگی ما می افته که خب دوست داریم یا دوست نداریم، گهگاهی دست ما نیست. پس خدا در همه چیز حکمتی هست. همون قصه ای که براتون گفتم برای دوستی که تیارش رو نتونست به تیارش برسه، حادثه کوچیکی کرد و این باعث شد که حادثه بزرگتری ازش برطرف بشه. و البته خودم حالا بر از زندگی خودم قصه بهتون بگم که داشتیم سفر میکردیم و میخواستیم ماشین کرایه بکنیم و وقتی که رفتیم به ایستگاهی که ماشین کرایه بکنیم، دست تو کیفم گذاشتم، دیدم این آیدی گواهی رانندگیمو ندارم با خودم، چجوری ما میتونیم ماشین تو این شهر قریب کرایه بکنیم بدون گواهی رانندگی؟ گفتم خدایا حتما حکمتی توس هست که من اینو یادم رفته، من معمولا این چیزا رو یادم نمیره. بالاخره نشد، نتونستیم این ماشین کرایه بکنیم، تاکسی گرفتیم. این سفری هم بود که چندین بار به این شهر می رفتیم برای کار و این چیزا و همیشه ماشین کرایه می کردم، این دفعه نتونستم. دیدم تاکسی گرفتن راحت تر،
آسونتر در شهری که قریب باشه، خیلی برام راحت تره که این به جای اینکه ماشین کرایه بکنم با تاکسی برم، حتی هم ارزونتر برام تموم شد. در نتیجه بعد که فکر کردم گفتم خداوند حکمتی تو این بود که من این چیزامو یادم رفت و انا لله و انا الیه راجعون. خداوند شما میدونید و من نمیدونم و به علم نامحدود شما تسلط میکنم و کارامو در امورامو در خدمت شما میذارم. همچنین حالا این مثال کوچیکی بود، خیلی همون مثلا مرضی هست که آدم ابتلا میشه بهش. حالا یه قصه دیگه هم براتون بگم، البته قصه نیست که حوادث حقیقیه، که یه دوستی داشتم که مبتلا به سرطان شد و بهش گفتن که شما بیشتر از چند ماه ندارین که زندگی بکنین. و این خانم یکی از آرزوهای بزرگش، البته بزرگترین آرزوش، این بود که قرآن حفظ بکنه و شو گفت خب من چه بیشتر از چند ماه بیشتر زندگی نمیتونم بکنم، شروع بکنم به حفظ کتاب خداوند. شروع کرد و با استقامت و حفظ و حفظ و حفظ و چند ماه گذشت هیچی نشد، چند ماه گذشت هیچی نشد، خدا رو شکر قرآنم از حفظ کرد و هنوزم زنده بود و حالا چندین ساله که همین جوری زنده هستش، که البته تعجب میکنن چرا که چرا این تا الان دوام پیدا کرده، ولی خواست الهی بوده. ولی در این وقت از این فرصت استفاده کرد که کاری که میخواست اگه بهش وقت معینی دادن که زندگی بکنه، میخواد قرآن حفظ بکنه و این باعث شد که تو این کوتاه مدت قرآن حفظ بکنه، که همیشه مثلا میگفت خب فردا فردا فردا، ولی فردا حقیقی شد و حفظ کرد. و چه خوب از وقتش و از این امتحانش استفاده کرد که این کارو بکنه. داریم به پایان برنامه‌مون میرسیم. باز منتظر تلفن‌های شما هستم. خیلی مشتاقم بدونم که این گفتای من برای شما فایده‌ای داشته باشه. هدف من این است که برای شما فایده‌ای داشته باشه. همه با هم بتونیم از این درس‌ها بیاموزیم و که نتیجه چیه؟ که خودمون رو به خدا نزدیک‌تر بکنیم، که ما خودمون بتونیم خودمون قابل بدونیم که بنده خدا شناخته بشیم و از دوستان خدا شناخته بشیم. و هدف من از این برنامه اینه، امیدوارم شما استفاده بکنین، من خودم هم استفاده بکنم. باز قبل از انتهای برنامه براتون این حدیثو میخونم که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم گفته: عجبت لامر مؤمن امره كله الى الخير ان اصابه خيرا فشكر كان خيرا له وان اصابه شر فصبر كان خيرا له. که من خوشحالم از امر آدمایی که ایمان دارن، چون که هر چی که براشون اتفاق بیفته توش خوبی هست. اگر اتفاق خوبی براشون بیفته، عکس العملشون چی هست؟ شکرگزاری. اون براش خوبه که شکر نعمتهای خدا کرده، چه بهتر از این. و اگر اتفاق بدی براش بیفته و چیکار میکنه؟ استقامت و صبر نشون میده، که اینم براش خیلی خوبه. پس در هر دو حالت مؤمن برنده است، هیچ وقت بازنده نیست، چون یا اتفاق خوب براش میفته یا اتفاق بد، و در هر دو مورد عکس العملش باعث خوشنودی خداست، شکر و صبر بودن. پس اینو بینندگان عزیز یادتون باشه. حالا این همه در مورد صبر صحبت کردیم، انواع صبر رو گفتیم و نمونه های صبر رو در قرآن و در حدیث برای شما در میون گذاشتیم. فقط یه موضوع باقی مونده که باتون در میون بذارم. بهترین نوع صبر چیه؟
یکم منتظر میمونم که شما جوابم بدین، چی فکر میکنین بهترین نوع صبر چیه؟ و اگه جواب ندین من براتون میگم. بهترین نوع صبر که در قرآن میبینیم عکس العملیه که حضرت یعقوب علیه السلام نشون داد، که اینا که پسرش برادرای یوسف، یوسف رو بردن به بیابون و ایشونو در چاه انداختن، چون البته حسودی میکردن به این همه محبتی که پدر به یوسف نشون میداد، یوسف علیه السلام نشون میداد. پس اینا حسود شدن و گفتن ببریمش بیابون و بندازیمش تو چاه و که از شرش خلاص بشیم و دیگه کسی نباشه، پدرمون نتونه تمام اهتمامش به این به یوسف بده، به ما بیشتر توجه میکنه. و اینا گرفتن و پسر رو انداختن و برگشتن به پدر.